تماس و نزدیکی شوهر با همسرش در حال حیض بدون جماع. در صحیح بخاری حدیث شماره 302 و صحیح مسلم حدیث شماره 64، ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمودند هرگاه یکی از ما، یعنی زنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، به حالت حیض در می آمد و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می خواستند با او مباشره کنند و تماس بگیرند، به او دستور می دادند که از ابتدای حالت حیض یا عادت ماهانه دامن یا ازار را بر روی ناف و زانوهایش ببندد. آنگاه بجز جماع هر گونه تماس و مباشرتی را با او می گرفتند. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمودند کدام یک از شما می تواند مانند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر نفس خود تسلط داشته باشد؟ یعنی در مورد تماس با زن در حالت حیض. باید بگوییم به اتفاق علمای اسلام به دلیل نص قرآن و حدیث جماع با زن در حال حیض حرام است و کسی که آن را حلال بداند کافر است و کسی که با عقیده به حرام بودن آن مرتکب چنین عملی شود گناه بزرگی مرتکب شده است که باید توبه کند. ولی تماس شوهر با زنش در حالت حیض یا عادت ماهانه به هر کیفیتی که باشد، به شرط اینکه جماع صورت نگیرد، اشکالی ندارد. برخلاف اقوام و ادیانی که قبل از اسلام در هنگام حیض یا عادت ماهانه زنها را از خانه ها بیرون می کردند و با آنها زیر یک سقف زندگی نمی کردند و با آنها غذا نمی خوردند. گویا پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در این روایت می خواهند این عادت زشت را که در میان کفار رواج داشت از بین ببرند و مقام و جایگاه زن را بیان نمایند.